سلام و وقت بخیر. با آخر خط خوش آمدید. واکنش های جهانی به حملات ایران بر رژیم اسرائیل، اقدام های بعدی چه خواهد بود؟ سرانجام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در واکنش به حمله هوایی رژیم اسرائیل بر کنسولگری این کشور در دمشق پایتخت سوریه، عملیات گسترده پهبادی علیه اسرائیل انجام داد. سپاه پاسداران ایران در اعلامیه نوشته است که در این حملات ده ها هدف را مورد حمله قرار داده است. هم این حملات با واکنش های گوناگون روبرو شده است. اتحادیه اروپا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا به این حملات واکنش نشان دادند. آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار پایان هرچی سریعتر درگیری ها شده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر رژیم اسرائیل گفته که از هیچ حمله متقابل اسرائیل علیه ایران حمایت نخواهد کرد. رئیس مجلس ایران هم تاکید کرده که در صورت واکنش اسرائیل به متحدانش پاسخ ایران شدیدتر خواهد بود. همزمان با این رئیس ستاد ارتش ایران هم گفته که تهران قصد ادامه حملات تلافی جویانه علیه اسرائیل را ندارد. او تاکید کرده که عملیات به هدفش رسیده و رژیم اسرائیل تنبیه شده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان این حملات را حق ذاتی و دفاع مشروع خوانده است. حال پرسش این است که وضعیت در حال حاضر در خاورمیانه از چه قرار است؟ حملات پهبادی ایران بیانگر چیست؟ آیا دور تازه نبردها میان ایران و اسرائیل آغاز خواهد شد و یا خیر؟ و در نهایت این تنش‌ها چه پیامد میتواند در شرایط فعلی در خاورمیانه داشته باشد؟ این و چند پرسش دیگر را از مهمانان شریک در بحث میپرسم. مهمانان من در این برنامه آقایان هر یک کامران امان، آگاه امور نظامی، سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه، عبدالشکور صبوری، رئیس پالیسی مرکز مطالعات و پالیسی های افغانستان با ما در این بحث هستند. مهمانان عزیز تشکر. اگر اجازه مهمان ها باشه بحث را با آقای امان صاحب آغاز بکنم. امان صاحب، وضعیت در حال حاضر در خاورمیانه از چی قرار است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس سلام و نیکی له محمد صاحب تاسو ته، تحیه کرام ته، د باز درنو میلمانو ته او د افغانستان ټول مسلمان ملت ته وړاندې کوم. بدبختانه ووایم اسرائیلانو صهیونیستي حکومت په غزې باندې هغه خپل ظلمونه وکړه چې په دویمه نړیواله جګړه کې هم دا ظلمونه اطلار نه وکړي چې په دې بیچاره ملت باندې دا ظلمونه وسوه. غزه یې د خاورو سره خاوره کړله. هلته ډېر بد عمل د غیر انساني عملونه د فلسطینیانو سره وسو، چې هلته جنسي تجاوزونه، لاس پښې قطع کول او کډوالول ته مجبورول، کورونه سوځول، شفخانې بمباردول، خلک سوتو ته راغلل. او اسلامي هیوادونه هم په دغه موده کې هېڅ شی ونه شو کولی چې دې مخنیوی وکړي. حتی په راس کې امریکا هم د دې تجاوز په فلسطینیانو باندې هم تاییده و هم امایه کول، او غربی نړۍ هم خصوصا ټول ناټو اته نور نړیوال ته اخترونه که څوک په دې جګړه کې مداخله کوي هغه هم زموږ دښمن ده. بالاخره اسرائیلیانو صهیونستانو تصمیم ونیو چې ایران څنګه دخیل د دې جګړې کې، او دا جګړه قصدي ده، دا همدم نه ده، تصادفي نه ده. ایران اوږد په تاسو خپل په هغه کې وویل سرخط کې چې په ډېر ولس کسان په سفارت د ایران په دمشق کې سوریه مملکت کې له منځه یوړل. هلته د پاسدارانو جنرالان هم په دې کې وه. ایران مجبوره سو د خپل د ملت ته څنګه جوابدي د دې موضوع وسي او آرامش پیدا کړي، او د ایران نظامیان، پاسداران او مجموعاً ملت د خپل د انتقام جوی تقاضاګان د خپل حکومت یعنی دغه حق وسه باید داسې حمله وکړي. ایران هم دغه حق مشروع حق و ایران مشروع حق و په خاطر دی چې ایران هیڅ وخت مداخله په جنگ د سوریه کې رقی کې جنگ مداخله نه درلودله. د اسرائیلو حتی صلح غوښتله، حتی نور هیوادونه باندې اتحامونه په وارد و امان صاحب زه څه وایم، دا امریکا او دا خپل اسرائیل دا کلونه موږ دا تبلیغات د دوی اورو. حتی مخکې له دې ویل چې په ایران باندې موږ حمله کوو، دغه یوه هفته مخکې وزیر دفاع ویل چې موږ دوی باندې مقناطیسي بمونه استعمالو چې دوی تلیفوني او روابط او الکترونیکي اصلي د دوی تیاري موږ ختموو، چې هر چې د ایران په سر تاثر باندې. حتی ایران ولرسو مخکې له دې نه
د تهران په فضا کې ملکی طیاریا ته منع کړلې د نورو پروازونو څخه مکه موږ د غلاندې سرکټ د تهران وډار سوچ د اسرائیلان دا کارونه کې بل اخره سوریه کې دوی په سفارت باندې حمله وسه سفارت ارزش د مملکت لري هلته دوی وګړي ډیپلوماتان پکې وو په درې ملک اسرائیلانو دا کار وکړ دا غیر تجاوز غیر قانوني کار و چې اسرائیلانو کا قصدان دا کار وکړ چې ایران جګړې ته داخل کی او بل اخره دا جګړه نور مقدمه کې په حقیقت کې نو ایران مجبور شو چې د خپل انتقام جوی باید وکړي دغه کرنې مثلا صهیونیست رژیم کې یو نور خو حمایتي مثلا بریتانیا او امریکا او فرانسا دغه نور هوادونه ول متحدي نه اول ځواب نه ورکړي ورته اول پاسخگو کهی اینه دقیقه جنایتو تا سپه غزه که روان دیه و دیخوا تنها همواره تور په ایران لگه ولکیگی محمدی صاحب گوری با ملل متحد پا شورای امنیت جلساتو که در طول نره پا امریکا گوگو که انسه تا اسرائیلان مه همه کوا پا اسرائیلو بانده گوگو که ستاس نور خپل تجاوز و داره وی ور بانده لانکه ایرازه ده خبر ده اطور لار طریقه ده میز طریقه ده مشکلات حل کن ولی دوی ونه منه دوی احد هم ده وست بس نسل کشی وکی او غزه مکمل خپل لاس راوړي او دغه جنگ بل اخر راورسي ایران ته او دغه مذهبي جګړه شروع شي نړۍ په ساته باندې او زوای مسبيخي دغه جګړه نړیوال ته باسي دلته غواړي چین داخل دي جګړې سي دلته غواړي روسیا په دې جګړه کې داخله سي سهار څو خپل انتقام جویګانی وکي او یو وضعیت راولي امریکایان او د امریکا اکثریت کابینه کې او په دوه مجلسونو کې اکثریت يهودان دي او اکثریت فابریکې د تولید د سلا او د دغه مسایل ټول د یهودانو په لاس کې دي څنګه وکولی چې دغه منطقه دوی دغه نړیوالې جګړې ته اوبه وځي اوبه نه وځي امیدوار هم څونه که اووته خدای مخصه ختم د نړۍ ده ډېره مننه مان صاحب بیا به راوګرځو تاسو ته مرتضوي صاحب دیدګاه شما چی از حالا وضعیت که در حال حاضر با این حملات که جمهوری اسلامی ایران انجام داد فکر میکنین وضعیت از چی قرار است در خاورمیانه؟ آیا وضعیت فکر میکنین بحرانی است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ادب خدمت شما، خدمت شرکای در بحث، مهمانانتان، خدمت دستان در کاران و بیننده های برنامه تان. خب یقینا که نه تنها با حمله که اسرائیل و قنصلگری ایران در دمشق پایتخت سوریه انجام داد و نه با اینی که امشب از ساعتهای یک و نیم دوی شب حملات را که ایرانیان از بالای اسرائیلی ها انجام دادن با پهپادهایشان، با راکت‌های کروزشان، با راکت‌های زمین به آسمان و راکت‌های بالستیکشان که اوضای خاورمیانه در یک تنش قرار داره نگرانی ها افزایش پیدا کرده بلکه از آغاز که اسرائیل با فلسطین در این شش ماه انجام داده است اوضاع کشورهای خاورمیانه تنش‌آلود است. شما می‌بینید که در مراحل اول جنگ اسرائیل تنها با فلسطینی ها بود، اما با مرور بسیار کوتاه زمان در قالب یک هفته و ده روز و پانزده روز و یک ماه شما شاهد هستین، متوجه هستین که دامنه جنگ وسیع شد، یعنی اوضاع در کشورهای آسیایی در خاورمیانه در مجموع تنش‌آلود شده است، یک اوضاع انارشیزم ایجاد شد. دامنه جنگ تنها در فلسطین و اسرائیل باقی نماند، در همون شش ماه قبل در مراحل اولیه که استار در و اسرائیل صورت گرفت این دامنه جنگ وسیع شد، در سوریه کشانیده شد، در لبنان کشانیده شد، در یمن کشانیده شد، در بحیره احمر یا در دریای سرخ این جنگ کشانیده شد. یقینا که اینا قرائن بر این میشه که دامنه جنگ در همه کشورهای خاورمیانه متاسفانه توسعه پیدا کرده تا در فرجام تا به امروز که ما شاهد هستیم دامنه جنگ مستقیما بین ایران و اسرائیل آغاز شده است و اسرائیل قنصلگری به ایران در دمشق پایتخت سوریه مورد حمله در 11 روز قبل انجام داد و اینا همه قرائن و نشانه است که یقینا جنگ توسعه پیدا کرده. اگر کشورهای مداخلگر در قضیه اسرائیل، یعنی حامیان اصلی اسرائیل مثل آمریکا، مثل بریتانیا، مثل فرانسه و سایر کشورهای غربی حمایه خودشان از اسرائیل، یک نظام پوشالی که
امروز وجود داره، اونا میخواه قدرت مسلط بر کشورهای خاورمیانه شوه. حرف بله. اول مرتضی صاحب دقیقاً بحث همینجاست. حالا این حمله ایران با واکنش‌های گسترده روبرو شده از جمله کشورهای غربی، فکر میکنین که حالا چه کسی با جمهوری اسلامی ایران متحد خواهد شد اگر تنش‌ها بیشتر شده بره در خاورمیانه؟ اگر حامیان اسرائیل دست از حمایه خودشان بر ندارن، یعنی اسرائیل اگر حمایهشان به این شکلی که در 6 ماه ادامه داشته باشه، ما قبلا هم عرض کردیم در استیج های مختلف که یقینا دامنه جنگ وسیع میشه. تنها حالا امروز فضای انارشیزمی که در کشورهای خاورمیانه ایجاد شده در این باقی نمیمانه، بلکه دامنه جنگ گسترش پیدا میکنه. حتی میتوان که این دامنه جنگ به کشورهای غربی هم سرایت کنه و در فرجام اگر خویشتنداری از هر دو طرف صورت نگیره، هم از طرف ایران و هم از طرف حامیان اسرائیل یک خویشتنداری صورت نگیره، میتوانه که جنگ سوم جهانی را هم متاسفانه رقم بزنه. اما یک چیزی که مهم و یک چیزی که بسیار اساسی است، او عبارت از این است که بحث اساسی برمیگرده به کشورهای غربی، برمیگرده به آمریکا، برمیگرده به فرانسه. درست. مرتضی صاحب، حالا جمهوری اسلامی ایران گفته که حالا حمله دیگر انجام نخواهد داد و همین حملات را که انجام داد به اهداف خود رسیده و اگر احیانا رژیم صهیونیست اقدام خواهد کرد و چی اقدام خواهد کرد به نظر شما؟ آیا اقدام تلافی جویانه خواهد کرد؟ خب ببینید که یقینا بحثی است که بحث اسرائیل نیست، بحث آمریکا است، بحث فرانسه است و حامیان اسرائیل است در این قضیه. خب گرچه من فکر میکنم که بر شرایط فعلی به اون شکلی که دامنه جنگ، یعنی جنگ همه جانبه شود، دامنه جنگ وسیع شود که از کنترل خارج شود، من فکر نمیکنم، چون نه به نفع آمریکاست، نه به نفع اسرائیل است، نه به نفع کشورهای عربی است، نه به نفع جمهوری اسلامی ایران است. ممنون. برمیگردیم. صبوری صاحب، به نظر شما آیا وضعیت خاورمیانه در حال بدتر شدن است و آیا وضعیتی که در حال حاضر موجود است با این حملاتی که جمهوری اسلامی ایران بر رژیم صهیونیست انجام داد شب گذشته، فکر میکنین که از مدیریت خارج از خاورمیانه؟ اولتر از همه به شما سلام عرض میکنم، به دو میمان عزیز، به تمام مردم و ملت افغانستان و حسب قیاسی گذشته و بیمی هنوز جیدی هم داره، تبریک میگم به شما و به تمام ملت افغانستان. ببینید، سوال شما این بود که آیا وضعیت از کنترل خارج است. من فکر میکنم نه، وضعیت از کنترل خارج نیست، به خاطر که یک فهمی که یا انتقال اطلاعات که بین ایران، امریکا و کشورهای متحدین اسرائیل فلان صورت میگیره و یا بین کشورهای چین، روسیه و او کشورهای اروپایی و امریکا صورت میگیره، کاملا قابل کنترل است، قابل درک است و یک اطلاعات بسیار منظم و تبادل اطلاعات صورت میگیره تا از سوی تفاهم و گسترش و غلط فهمی و یا اقدامی که واقعا به اساس یک اطلاع نادرست صورت بگیره از این جلوگیری شود. شما ببینید، ایران زمانی که کنسولگریش مورد حمله قرار میگیره، خواستار از این شد که باید شورای امنیت این حمله را محکوم بکنه و نهایتاً یک اقدامی که باید اسرائیل مسئول بشناسه صورت بگیره که شورای امنیت از این که حد اکثرش به طرف اسرائیل بود اقدام نکرد. بعد ایران اعلان کرد که من حق خود میدانم که تا حمله تلافی جویانه را انجام بدم، که قابل درک بود برای کشورهای متحدین اسرائیل، امریکا، کشور فرانسه، بریتانیا و همه کشورها. زمانی که ایران حمله میخواه بکنه، جو بایدن دیروز اعلان میکنه که به احتمال زیاد امروز حمله صورت بگیره، یعنی به معنای از این که ایران به امریکا و به کشورهای متحدینش اطلاع رسانده بود که ما حمله خود انجام میتونم. و به نظر ما تا جایی کشورها به این نتیجه رسیده بود که حق ایران است. و ببینید، در اسرائیل سفارت ها تخلیه میشه، کارمندا کاملا میرن در جاهای امن انتقال داده میشه و حتی سیستم های دفاعی کشور اسرائیل و کشورهای متحدین در اسرائیل فعال میشه. یعنی اسرائیل هم نمیخواست که یملا آنقدر تلفات و ضایعات ایران هم نمیخواست داشته باشه که این باعث از این شوه که جنگ وسعت پیدا بکنه. نه این ایران میخواست، نه کشورهای متحدین اسرائیل ایران میخواست. به این خاطر من فکر میکنم که وضعیت کاملا قابل کنترل است
و تنها اسرائیل است که از این که در جنگ شش ماهه غزه از نگاه استراتژیک با شکست‌های مواجه شده، افکار آمد در جهان بر علیه اسرائیل شده، حتی در کشورهای اروپایی که اینا کاملا اعتقاد به این داشت که امنیت اسرائیل امنیت خود این کشورها می باشه، در اینجا ما می‌بینیم که افکار آمد تا جایی از حمایت بلاقید و شرد اسرائیل دیگه حمایت نمی‌کنند و سیاسی نخواد. و ما در کشورهای آفریقایی را می‌بینیم، در کشورهای عرب می‌بینیم، در کشورهای همچون روسیه و چین می‌بینیم، در خود آمریکا ما می‌بینیم. اسرائیل دید که ما با یک شکست استراتژیک سیاسی در جهان که همه افکار عامه بر علیه اسرائیل شده مواجه هست، ما باید این جنگ یک چهره دیگه بتوم. و او جنگ چهرهش قسم است که یک کشور است که به صفت خامی منطقه شناخته میشه، یک کشور که در سیاست خارجی خود انهدام اسرائیل سبولی سدیانه دفتن. شما میخواییم بگوین که حالا تنش از این بیشتر نخواهد شد، حالا قسمی که رئیس مجلس ایران تاکید کرده که قصد نداره حمله دیگر داشته باشه، چون وزارت خارجه ایران، حالا امینجا خاتمه خواهد یافت این تنش ها به نظر شما؟ ببینید این بسیار مشکل است که ما بتاریم گفته که بله و یا خیر این سوال جواب شده تیم. ما باید منتظر از این باشیم که اول خود کشور متحدین اسرائیل هیچ طرفدار وسط و یا گسترش تنش نیست به هیچ صورت، چرا که اونا در اوکراین فلان دخیل هستند و با مشکلات بسیار جدی از نگاه تجهیزات و تمویل مواجه هستند. اینا نمیخوان که درگیر یک جنگ دیگه با یک کشور دیگه شون. یک دوم علتی که خود ایران هم از اینکه با مشکلات زیاد در داخل و در سطح منطقه مواجه هست، نمیخواد که این تنش باید افزایش یابد. کشورهای منطقه بخصوص کشورهای عرب هم خواهان افزایش این تنش نیستند. تنها اسرائیلی که امروز با شکست استراتژیک که قسمی که من قبلا با شما تشریح کردم مواجه شده، اونا میخواین که کشورهای اروپایی و امریکا دخیل جنگ شوند. و من فکر میکنم که حال اسرائیل منتظر از این است که متحدین اسرائیل چی وعده های به اینا میتن، و اگر بفهمه که پشت اونا خالی است و حمایت بلا قید و شرط از اسرائیل نمیکنه، من فکر میکنم که اسرائیل هم شاید اقدامات دیگه که باعث وسط جنگ شوه نکنه. تشکر آقای صبوری، برمیگردیم با شما. امان صاحب دی خواته صبوری صاحب بایست فکر نکه ایزده جگره با مثلا دین زیاد است، دوار خواه خبر و مثلا راپورون دقیق دوار خواه تلیلی و حتی امریکا است، مثلا پا دقیق وقت که به حمله که او خلق به مثلا اسرائیل که خلق امن جای و تا انتقال سی و مغا دیپلوماتیک مرکزون وقت در وقت خالی سی و فکر که چه پیامدونه به ولدی دا جګړه که گسترش پیدا کی او کوم هیوادونه بده که نورم دخیل سی؟ د اوکراین جګړه نه را پده خو امریکا، روسیا، چین دا خپل متحدین سره واخیستن کم په دې جریان که په یادی د افغانستان نامنه ډیره سو استفادې نړیواله وکړلې، کله به امریکا جلسه کینوله په هند کې چې موږ د افغانستان پاکله اما افغانستان نوم بلته وخت نور خپل مسائل باندې بحثونه کول، ازبکستان کې، قزاقستان کې، همداسې اروپایي ملکونو کې، همداسې منځنی ختیځ کې، همداسې پاکستان، پاکستان کا ته کودتا وشوه په دې موضوع باندې، عمران خان په زندان کې وغورځېد چې دوی ای روسیې ته وعده وکړه چې موږ د اوکراین جنګ کې بې طرف یاستو. نو که چېرته اسرائیلیانو یا امریکانو غوښته چې ایران جګړې ته داخل کړي، ولې د ایران سفارت په سوریه کې وویشت؟ دا یو سوال. که چېرته نه غوښته چې نور هم ایران خفه کړي او جدي کړي، یا حزب الله په کار کړي، یا سوریه په ځان په کار کړي، یهودان کوشش وکړي چې نور هم دوی پیسې ازاده ولي، ولې د حماس د کورې بمبارد کړه؟ ولې دا دونه وخت کې نه بمبارده وو؟ د فامیل خو ټول په فلسطین کې پراته وو، غزه کې وو، ولې دوی دغه هم زمان همې ډیپلوماتان مړه کړل، همې نظامیان د ایران مړه کړل، او همې د حماس د رهبر درې زامنو څلور مسیحیان په شهادتو ته ورسول؟ دا قصدن کار ده. او دغه ټیسټ د اوس د نړیوالو ټیسټ دلته امریکایان غواړي، استخبارات هم د اسرائیلو او هم د امریکا ګوري. چین، هند، پاکستان وای چې دوی باید خپل مابین کې سره کینی او تشنج زیات نسی، جنگ فراخ نسی، فراخ نړیوال ته ونه وزي، باید ډیپلوماسي مسایل طریقه دوی ایران او اسرائیل خپل مشکل حل کړي. امان صاحب خبرم دلته ده، اوس خبره دلته رسیدلې ده، نو څه حملات وسو؟ نو فکر کوي اوس لاره به ډیپلوماتیک تم اواره وي او کوو کولی سي ډیپلوماتیک رایه له خاتمه عمومي دې جګړو ته؟ زه ما راځم دې نقطې ته.
ایران طبی خبر داد چې عربستان خبر کړ، سوریه خبر کړل، روسیه خبر کړل، امریکا خبر کړل چې زه املکم خپل انتقام جوړ اسرائیل نه کوم. دې کې شک نشته ده سوبریزم خبر زه تاییدو دا د سنه څه پټه حمله سوی ده، امادګي نیولې وه جنگ ته، اعلان د جنگ کړی و اسرائیلو سره. اوس که چېرته اسرائیلیان دویم وار مستقیم په تهران په ایران په خاوره تجاوز وکړي، زرته هم چې جګړه شروع ده. دا به د نړۍ دریمه جهانی جګړه د یعنی اوبیان متحدین ګوري روسان اعلان وکړ، یو ډیپلوماټ وایي که چېرته ایران باندې حمله کیږي موږ د امریکا حمایت د اسرائیلو کې موږ حمایت د ایران کوو. کوریا جنوبی اعلان وکړ، د نن سهار رئیس جمهور د کوریا جنوبی شمالي بخنه واړم چې چېرته امریکا مداخله وکړي د اسرائیل نه دفاع کوي زه د ایران په څنګ کې درېږم. دا دوه هیوادونه اټومي دواړه اعلان وکړي د حمایت د ایران عملاً دا نن دا یې کار سوی ده. پاسو چین او هند او پاکستان ویلي چې دوی به ډیپلوماتیک مسایل نه حل کړي. پاسو یمن همدا لحظه جنګ کې د روسیان په جنګ کې د اسرائیلیانو سره، هزبالله همدا اوس جګړه کې د یو ورځ مکه د بمبار د ایران نه 50-50 راکټې ویشتلي وو په هغه باندې اسرائیلو باندې. همداسې سوریا همدا اوس جګړه کې د یهودانو سره. دا هیوادونه متحدین دي، فلسطین دي، یا د هزبالله دي، هغه د حماس د بند دي ټول. نو ایران خو وینې چې مستقیما هلته جګړه کې بوخت ده همدا اوس. نو په دې دلیل باندې موږ نشو کولی دې ته ووایي چې وضعیت د کنټرول لاندې ده. کنټرول دا یو ټیسټ ده، یعنې وضعیت د کنټرول نه وتلی او دنیا یاغې شوې ده، ملل متحد بې ارزشه شوی. شورا صبوري صاحب وایي چې وضعیت په کنټرول کې ده او دې ته نه ده رسېدلی. د اطلاعاتو لحاظه منم ایرانیان حق په جانب ګڼي. اوس که چېرته یهودان یا اسرائیلیان حمله وکړي د ایران په خاوره، زه وایم چې دا کنټرول نه وځي دا جنګ. دغې تاسو نظر څه ده امان صاحب، بیا به حمله وکړي په صهیونیست رژیم؟ زه فکر کوم چې هغه اوس حالت بیا وایم چې اوس متحدینو وضعیت ګوري، د ناټو وضعیت ګوري، دلته د روسیې د چینو د کوریا جنوبي د خپل ایران سیاستونه سره معلومیږي. هند پاکستان څه ډیر مهم دي منطقه کې، دې دوه هیوادونو نظریات ته دوی منتظر دي، هم امریکا هم یهودان هم ایران. دلته ډیر موضوعات دي. ګوري د آخر وختو کې ډیپلوماتان د هند د ایران او د پاکستان ډیر سره لاړو راغلل. دا په نامه د سرحدات او جنگ دا هسې یو هغه وه بانه وه، اما اصلا دوی خپل مابین کې سره کړو چې موږ تاسو ګاونډیانو سو جګړه کې څه حالت کوي ما سره، لکه څنګه چې پاکستان امریکایانو ته لاره ورکړله په افغانستان ته تجاوز وکړه، داسې نیسې نظامي اډې امریکایانو ته نن پاکستان ورکړي. دا ټول مسایل دوی مابین کې حل شوي دي. نو خدای مګه که چېرته یهودان په دې موضوع کې راورسېږي بیا حمله وکړي په ایران، ایران هر ډول حملې ته آماده ده او له ځانه تیر دي او دا کار کوونکی جګړه به شروع کیږي. مننه امان صاحب. مرتضوی صاحب، حالا پیامدها چی میتونه باشه؟ فکر میکنین که آقای امان میگه که وضعیت از مدیریت خارج است و صبوری صاحب میگفت در حال حاضر از لحاظ آگاهی و اطلاعات مدیریت شده وضعیت خاورمیانه، دیدگاه شما چی است؟ آیا فکر میکنین که کشورهای دیگه ابرقدرت دخیل این درگیری ها و تنش ها خواهد شد؟ خب اولا پیامدش برمیگرده به ببینیم که این جنگ دامنش وسیع میشه، یعنی یک جنگ فراگیر همه جانبه صورت میگیره یا نه، بستگی داره پیامد این بحث به وسعت جنگ. اگر جنگ وسیع شوه، از کنترل خارج شوه و در این قضیه کشورها مداخلات خودشان داشته باشه، یقیناً که پیامدش بسیار خطرناکه و بزرگترین پیامدش امی است که یعنی جنگ میتواند جنگ سوم جهانی را هم در پی داشته باشد، جنگ سوم جهانی رقم بخورد. و از آغاز جنگ سوم جهانی پیامدش مشخص است که ضرربار، یعنی قابل جبران نیست بر تمام جهان، بر تمام جامعه بشری، و میتواند که اگر جنگ سوم جهانی بر فرض آغاز شود، یعنی جنگ هم در کشورهای غربی و هم در کشورهای آسیایی دامنش گسترش پیدا کنه، میتونه بسیاری از کشورها سلاح‌های استفاده نشده خودشان استفاده کنه و این میتونه بر تمام انسان‌ها
بر تمام جوامع بشری و حتی بر غیر جوامع بشری، بر تمام زیرساخت ها، بر محیط زیست یک فضای بسیار ناگوار را ایجاد کنه و پیامدها و پیامد بسیار منفی را میتونه داشته باشه. اگر دامنه جنگ وسیع نشه، دامنه جنگ گسترش پیدا نکنه، در اون صورت خود تبعاتش به شکل کجدار مریض باقی میمانه، خصوصا در کشورهای آسیایی تا حد درم ای اختلافات و ای فضای انارشیزم سرایت میکنه به کشورهای غربی. ناامنی در بود امنیتی در کشورهای غربی هم از آدرس بسیاری از گروه ها ایجاد میشه. ای هم میتونه پیامد داشته باشه، اما پیامدش به شکل بسیار وسیع و گسترش نداره، در صورتی که یعنی جنگ کنترل شود. ما فکر میکنم که خب بحثی است که اینجا قضیه تنها باز قضیه ایران نیست، مثلا قضیه تنها قضیه اسرائیل نیست. شما متوجه هستین که خب وقتی که جنگ گسترش پیدا کنه، در کنار ایران بسیاری از کشورها هستن که حمایگران و حامیان ایران میتونه باشه، مثل روسیه یا روسا و مثل چینایی ها و بعضی از کشورهای دیگه و سایر از کشورهایی هم که در این شش ماه در کنار ایرانیان بوده است، مثل سوریه، مثل لبنان، مثل یمن، مثل فلسطین. خب میتونه که دامنه جنگ اگر وسعت پیدا کنه، از کنترل خارج نشه، روسا هم در کنار ایرانی ها حمایه خودش از ایرانی ها اعلان کنه، به همین شکل چینایی ها هم اعلان کنه و بعض از کشورهایی که مشکلات عدیده چندین دهه را با آمریکا، با پرستیژ آمریکای ها در کشورهای آسیایی دارند. و از سوی دیگه اسرائیل هم حامیان خودش در شش ماه داشته. اسرائیل حامیان اساسیش آمریکا بوده، بریتانیا بوده، فرانسه بوده، سایر از کشورهای غربی در خفا در قضایای حملات را که اسرائیل بر فلسطین انجام داده است و هیچ تمکین به خواست اعضای شورای سازمان ملل در خصوص آتش بس از آدرس اسرائیل در فلسطین نکرده است. دلیل اساسی یعنی قطع آتش بس از آدرس اسرائیل نبوده، بلکه سایر کشورهایی که حامی اسرائیل بوده اونا نخواستند که آتش بس اسرائیل در فلسطین عملی کنه و تمکین به صدای شورای امنیت سازمان ملل بکنه. بله مرتضی صاحب، حالا دیدگاه شما چی است؟ راه حل دیپلماتیک موجود است در شرایط فعلی با وجود از اینکه پیشرفت‌ها صورت گرفته؟ شما گفتین که اگر دامنه جنگ گسترده‌تر شود، جنگ جهانی سوم آغاز خواهد شد. با وجود همین پیشرفت‌های امنیتی که کشورها حتی با سلاح‌های هسته‌ای در اختیار خود دارند، آیا مدیریت این تنش‌ها از راه دیپلماتیک امکان پذیر است در شرایط فعلی؟ یقیناً. ببینیم که هیچ جنگ یعنی منفعتی برای هیچ کشور ندارد. شما ببینید که یقیناً حال فضا خطرناک شده در کشورهای خاورمیانه، برای ایران، برای اسرائیل، برای فلسطین، سایر کشورها. میتوانه که این جنگ خطرناکی برای آمریکایی ها باشه، از همه زیادتر خطرش متوجه آمریکایی ها میشه، متوجه فرانسوی ها میشه، متوجه مثلا لندن یا بریتانیا و سایر از کشورهای دیگه هم میشه، چون که حالا شدیدن آمریکا مشغول حمایه اوکراین است در مقابل جنگی که امروز روسا با اوکراین در این یک و نیم دو سال انجام داده است. تمام پتانسیل و ظرفیت و فوکس فرانسوی ها و سایر از کشورهای. تشکر مرتضی صاحب، ممنون. آقای صبوری، حالا با وجود پیشرفت ها میخوایم پاسخ از شما هم بپرسم که با وجود همین پیشرفت‌ها که حتی به سلاح‌های هسته‌ای کشورها رسیده در اختیار خود دارند، جنگ جهانی سوم فکر می‌کنند به نظرتان آیا امکان پذیر است و کشورهای ابرقدرت حالا خواهان جنگ جهانی سوم است در شرایط فعلی؟ ببینید، استفاده از کلمه جنگ جهانی کمک به من بسیار سخت است که من این کلمه را حتی استفاده بکنم، به خاطر از اینکه جنگ جهانی سوم خودش فضا را ملتهب می‌سازه، روانها را کاملا زیر فشار قرار می‌ده. شما ببینید بحثایی که در کشورهای اروپایی صورت می‌گیره، کلمات جنگ جهانی سوم استفاده نمی‌شه. زمانی که فضای سیاسی ملتهب شوه، فضای اقتصادی ملتهب میشه و کشورها با یک بحران اقتصادی مواجه میشه، به خاطر از اینکه سرمایه‌ها کاملا میره در خانه‌ها حفظ میشه و داد و ستد کم ضعیف میشه. به این خاطر من اکثرا در مطبوعات کشورهای آسیایی که میبینم، به خصوص هندوستان، پاکستان و یا از القیاس افغانستان، این کلمات زیاد استفاده میشه
ولی در مطبوعات کشورهای اروپایی کلمات استفاده نمیشه. ببینید جنگ جهانی سوم، اول سوال دیگه است که آیا اون کسایی که میخواهد جنگ جهانی سوم آغاز شود خودشان آماده است یا خیر؟ اول کشورهای اروپایی از نگاه تولید اسلحه نتونستن که اینا نیازمندی اوکراین بر علیه روسیه تامین بکنن، چی خاصایی که اینا با یک جنگ های دیگه درگیر شون و دوجا اینا تولیدات نداشته باشند. اینا فلان آغاز به سربازگیری کردن، آغاز به این کردن که اینا تولیدات شرکت های خود تا جای زیاد بسازن، تنها به خاطر علتش این است که اینا آماده بازدارندگی داشته باشن به در صورت احتمال جنگ های جهانی سوم. ولی اینا هیچ تصور نمی کنن که جنگ جهانی سوم صورت بگیره، به خاطر که بشر تحمل جنگ جهانی دیگه را نداره. یک موضوع. موضوع دومی که مشمو تنش های کوچک را که او به اساس بحران هایی که در داخل بعض از کشورها به خصوص اسرائیل رخ میتا و این تنش ها را میخواهی که یک چهره دیگه به طور تعبیر به این نکنیم که به احتمال زیاد جنگ جهانی صورت بگیره. شما ببینید در اسرائیل از دو ماه بعدین سو بایدن اسرائیل را نپذیرفت و صدر اعظم شد، ولی وزیر دفاعش که از حزب مخالف است پذیرفت که عضو کابینه جنگ است. و بایدن بارها به ملت اسرائیل گفت که شما بر علیه بنیامین نتانیاهو و حکومت راست افراطی از این بخیزین، شما این حکومت سقوط بدین، این حکومت از نگاه اهداف استراتژیک بر علیه منافع اسرائیل برخورد میکنه. این خوش بنیامین نتانیاهو و حکومت راست افراطی ائتلافی که با اعضای راست افراطی داره نامد، و بنیامین نتانیاهو برای فلال تنها ماندن در قدرت خود با استفاده از چنین تاکتیکایی که جنگ باید چهره ایران بده، جنگ باید چهره ضد اسرائیل و ملت اسرائیل بده، با استفاده از این تاکتیکا میخواهه که تا در قدرت بماند. به خاطر که من فکر میکنم فلال متحدین اسرائیل حاصل قیاس امریکا طرفدار حزب بنیامین نتانیاهو و راست افراطی در قدرت دیگر نیستند. اونا طرفدار یک حزب هستند که اونا سیاست میانه را تعقیب بکنند. بنابراین من فکر میکنم تمام این حملات تاکتیکی و رفتارهای تاکتیکی اسرائیل که علت اساسیش نشأت از سیاست داخلی میگیره که حتی در حدود تعداد بالاتر از 2000 نفر خیمه ها در پارلمان یا کنست اسرائیل زدن، شوری حکومت زدن، و این شما متوجه باشین که اسرائیل امروز امریکا و متحدینش جدا حمایت میکنه که تا حکومت فعلی اسرائیل سقوط بکنه و انتخابات نو صورت بگیره. به این خاطرم من فکر میکنم انتقال اطلاعاتی که بین ایران، امریکا و متحدین اسرائیل صورت میگیره ایران نشان میده که حتی متحدین اسرائیل طرفدار تنش نظامی گسترده تر نیستن و اونا این میگن که ما باید این معضل از روی دیپلماتیک یک و دون در داخل اسرائیل باید حل کنیم، چرا که موجودیت حکومت راست افراطی هم بر منطقه و هم بر خود متحدین اسرائیل خطرناک است. یک موضوع. آمدیم موضوع دیگه ای که به شکل سمبولیک اسرائیل، چین و کره شمالی باید هم از ایران حمایت بکنند، به خاطر زمانی که ما شما تنش بین کشور امریکایی و متحدین امریکا را و ایران از سالهای بدین سو میبینیم که این تنش ها رفع نشده و حتی ما دیدیم که ایران با تکنولوژی راکت های بالستیکی که از رادار فرار میکنه دستیابی پیدا کرد، حال میگن غنیسازی یورانیم خود بالا بردن و به این خاطر هم ما باید این را تو فکر نکنیم که کاملا تمام حرکات تهاجمی منتفی است برای ایران. به این خاطر هم این کشورها به شکل سمبولی حمایت خود از ایران اعلان میکنن تا اینکه امریکا و متحدینشان بفهمانن که در صورت افزایش تنش ما هم در خاموش نمیمانیم. بله، کشورهایی که حمایت کرده آقای صبوری حالا اعلام حمایت کرده از رژیم صهیونیست و اسرائیل چه خواهد کرد؟ فکر میکنن چیزی از دستشان برخواسته است؟ بسیار کوتاه اگر بگوین صبوری صاحب. ببینید حمایت کشورهای متحدین اسرائیل از اسرائیل و ملت اسرائیل است، از حکومت فعلی نیست. ما باید این فرق بکنیم، متحدین اسرائیل از حکومت فعلی به هیچ صورت و سیاستهایش به هیچ صورت حمایت نمیکنند، به خاطر که اونا دموکراسی، قانونمداری و شعارهایی را که در غرب در کشورهای مختلف نفوذ کرده زیر پا کردن با کشتاری که در غزه اینا انجام دادن. به این خاطر من فکر میکنم که وضعیت به احتمال زیاد قابل کنترل باشه. سپاس، ممنون. امان صاحب، تاسو نظر څه در دغه هیوادونه څه اوس ملاتړ کوي صهیونیستي رژیم نه؟ مثلا بریتانیا ده، فرانسه ده، او داسې اتحادی اروپا ده، وایي زموږ تر شا شایع سو ده صهیونیست رژیم نه. په رښتیا کې به څه وسي کولی که اسب داسې یو شعار ورکوي؟ اوس داسې ده محمدي صاحب، زموږ دوست وایي څه مهمات نه لري اروپا. اوس جنگ د پینځه څلوېښتم کال جګړه نه ده نړۍ کې، اوس الکترونیکی جګړه ده.
دوربور راکتونه دی اتمی سلاحگان دی چه فرانسه هم ابر قدرت د اتمی ده انگلستان هم ده امریکا هم ده دی خواتا کوریا جنوبی هم ده روسیه ضروی سلاح لري او چین هم ده په څنګه دې کې راغلو دلته د ابر قدرتونو ویش د نړۍ په سر باندې جګړه روانه ده. ما وویل مخکې ټیسټ ده امریکا صلاحیت درلود چې عمران خان زندان کې وچی کودتا وکړي موقت حکومت پاکستان جوړ کړي اما صدر اعظم د یهودانو نشي شته کولی. روزمره اکمالات کېږي امریکا اردو د یهودانو اردو ته اکمالات کوي کشتیګان هم را روانې دي هوایي ځواکونه هم ورته را روان دي حتی د حمایې په خاطر دا تیار وړونکي کشتیګان هم راغلي دي په سره سیند کې ولاړې دي دوی ته د یهودانو په حمایا دا اسه د مګکو او د پیشکې بازی شروع کړې امریکا دا د امریکایانو سیاست ده. امریکایانو سیاست کوم اوس چړو په دې دیرش کلو جګړو کې دوی ټستونه کړي دي بالغې عملی کړي دي بالغې سره وزلې عراق باندې ټست وسو په ایران باندې وسوسو په افغانستان کې 2000 ټست وکړي عملو بلاخره اشغال کې شل کال د پراته وو. هدف مې دا ده خو تاریخ د جنگ کوم مطالعه کو بیا دلته معلومیږي چې د امریکا کوم سیاستونه دي واضح معلومیږي. نو دا د پیشکو د مګک لوبې شروع کړي دي یهودانو د خپل امریکا یهودان دي او دا دواړه یهودان در مجموع په نړۍ کې نو په دې خاطر باندې زه وایم چې نن ټول ادارات درجک د موږ نظامیانو په اصطلاح لري هم چین هم روسیه هم کوریای جنوبی هم ایران هم پاکستان هم هندوستان او دغه ټومی دزګاګانې اکثریت د اروپا نه زیات دلته دي په آسیا کې دي. نو په دې خاطر باندې دغه څو قطبي د نړۍ را روانه ده او ایران که نهایه که اندک اشتباه د یهودانو وسي د یهودانو اندک اشتباه د ایران په خاوره باندې وکړي زه ودم دا جنگ وزي له کنځوله وسوتلې د نړۍ اوس څوک د چا خبره نه مني. شورا امنیت دا جلسې تاسو ماته به د جریان د 2 کلو کې ووایه کومه جلسې د شورا امنیت فیصله منل شوې د چا لخوا نه هېڅ نتیجه نه ورکړې د ملل متحد خپله ارګانونه هم جلسې ساړه سوي دي هېڅ څوک اواز نه اوري یعنی هغه سازمان نور زور سو له منځه تللی دنیا یې اخیستې وې. دنیا باید نوی قانون مابین ته لاسته راوړي او څو قطبي باید جوړ سي چې څنګه د ټولو زون پکې تضمین سي. موږ هم خواشینه دي ته یاسو چې خدای مکه ته درېمه جګړه راغله نړیوال نړۍ ختمه ده او ډېر زون به ختم سي او همدې دغه جګړو ته د ښځې څو نفوذ د نړۍ کم کړي. نو که چېرته جګړه پاتې د اسرائیلو د ایران ترمنځ او نورو بیرونی مداخلې پکې ونیسي لکه د اوکراین جګړه کې چې ټول دنیا کومک کوي هم مادي هم معنوي هم اصلي ورکوي نو که دغه جګړه په ایران کې کومک د روسیې او د چین او دغه حملې څه ترسره شوې وسه اوس که بیا صهیونیست رژیم حمله وکړي په ایران باندې فکر نه کوئ چې دغه نشانی دي دریمې جګړې جهانی دریمې جګړې؟ محمدی صاحب دغه یو کال دوه کاله پس د روسیې د جګړې نه چې د یا ناټو مطلق مداخله کوي اوکراین کې نیابتي ګروپونه او عسکرې تربیه کړي په پیسو په مقابله کې راوستې جنګي کې د روسانو په ضد باندې هغه وخت نامېش د باسو درګوزه موږ عملا په دریمه جګړه کې روان یستو. دا چې اټوم نه دی استعمال شوی موږ دې ته منتظر چې اټوم استعمال شو بیا فکر کوو چې دریمه جګړه شروع شوه. نه، اټوم استعمال دریمه جګړه د ختمېدلو ده لکه څنګه چې نړیواله دویمه جګړه ختمه شوه په یورو شما کې امریکایانو بم اټوم استعمال کړ روسان ته ویل چې نور تجاوز د بس کړه برک د ونیسه نور مخته نه تللی او جاپان یې تخلیه کړه کنی جاپان روسان نیوه اما امریکایانو قصدن د اټومي بم هلته استعمال کړه چې تر نن زمانه جاپان د اشغال د جاپان د امریکا لاسه ده. هدف مې دا ده او آلمان ورسره تقسیم کړه جاپان ورسره تقسیم شو اوس هم تر 28 جزیرې د جاپان د روسان پکې ځوان کې نفر پکې اچولي دي مربوط د روسیې دي د دویم نړیوال جګړې نه. زه وایم که چېرته اندک اشتباه یهودان وکړي دلته خو انتقامجوي موضوع دی ایران ټوله نړۍ خبره کړه زه خپل انتقام اخلم واخیسته لکه ایران او پاکستان چې یو بل سره بمبار کړل هېڅ چا پکې مداخله ونه کړله. یو زرګري جګړه وسوه اوس هم عین زرګري جګړه د اسرائیل وسوه او که اوس دویم وار عمله په ایران باندې کېږي مستقیم په خاوره باندې زما مته جګړه شروع کیږي او جګړه له کنزول وځي متحدین ځای را ماده دي ډیر مننه بیا برو ګرځو. مرتضوی صاحب حالا با چنین وضعیت در سوی دیگر نهادهای بزرگ مثلا شورای امنیت
سازمان ملل چه نقشه را میتونه بازی بکنه در کاهش این تنش ها؟ خب شورای امنیت سازمان ملل متاسفانه که کدام دستاورد نداره، راهکارهایی هم که میته شورای امنیت سازمان ملل عملی نمیشه. شورای امنیت سازمان ملل دیگه اونمو ایتوریته خودشه، اون توانایی که باید ازش استفاده میکرد او را از دست داده، تحت تاثیر ابرقدرت ها کشورهایی که در سازمان ملل نفوذ 100% داره، حق ویتو دارن، تحت تاثیر کشورها شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل برای فعلا مثل یک بدن یا یک جسم بیروح است، یعنی مثل یک جسمی است که در روح وجود نداره. شورای امنیت سازمان ملل هم به شکل اونمو جسم بیروح امروز عمل میکنه. تا حالا دو سه جلسه را در خصوص آتش بس هرچی سریع در فلسطین اینا دایر کردن و مجموعه از اعضای شورای امنیت سازمان ملل اکثریتشان تصویب کردن که باید آتش بس در فلسطین صورت بگیره، اما هیچ وقت به صدای اکثریت از مجموعه اعضای شورای امنیت سازمان ملل کسی احترام نگذاشت، ارج نگذاشت، تمکین به خواست شورای امنیت سازمان ملل نکردن. پس این معلوم میشه که دیگه شورای امنیت سازمان ملل کدام توانایی نداره. کارایی ها یا راهکارهایی را که ایجاد میکنن، این راهکارها را که به تصویب میرسانن، کشورهای مثل آمریکا که نقش اساسی را در شورای امنیت سازمان ملل داره، حق ویتو را آمریکا داره، فرانسه داره، آلمان داره، این کشورها دخالت مستقیم و بی پرده خودش در تصامیم شورای امنیت سازمان ملل میکنن و از نفوذ خودشان استفاده کرده و تمام بحث ها و تمام راهکارها و طرحها و قطعنامه هایی که تصویب از آدرس شورای سازمان ملل میشه اینا را این کشورها خونسا کرده است. بنابراین هیچ نتیجه را نمیتواند داشته باشه. امروز هم دیگر جلسه اسرائیلی شورای امنیت سازمان ملل در خصوص حملات ایران با اسرائیل و اون چیز را که اسرائیلیا امروز اعلان کردن که ما هم حمله متقابل خود ما را بر ایران انجام میدیم، بر اساس یک جلسه فوری در شورای امنیت سازمان ملل برگزار میشه. من فکر میکنم که منتج به یک نتیجه مثبت نیست. بله، اما با چنین وضعیت جنگ سوم جهانی پیشتر شما گفت بفرمایید. بله، میخوام امیر بسیار کوتاه اشاره کنم. بفرمایید که جنگ سوم جهانی امکان آغازش نیست. شما ببینید در این مقطع زمانی وقتی که بحث آمریکا میشه که حامی اساسی اسرائیل است، از این طرف ایران ها هم که حمله را بالای اسرائیل کرده است، در امی فضای انارشیزم چینایی ها میخواهند که با توجه داشتن به یک جا شده بالای تایوان حمله کند، کوریای شمالی بالای کوریای جنوبی حمله کند و کوریای جنوبی را اشغال کند، از سوی دیگر روسا هم در امی مقطع زمانی اگر جنگ آغاز شود فضا انارشیزم تر شود میخواهند که بالای اوکراین جنگ همه جانبه را آغاز کند و کشورهایی که همسایه با اوکراین هستند اینا را هم روسا میخواد که تحت اشغال خودش قرار بده. پس جنگ سوم جهانی یقینا و عملا آغاز میشه. شش هفت کشوری که توانایی های لازم خودشان نداره، در کنار از اینکه مثل کشورهای عربی، سوریه، یمن، لبنان، عراق و بعض از کشورهای دیگه هم که همپیمانان جمهوری اسلامی ایران است، اینا هم وقتی که جنگ ها را با فضای انارشیزمی که ایجاد شده است اینا آغاز کنه، جنگ سوم جهانی دیگه چی معنا میده؟ همین معنا رو میده که دیگه 9-10 کشور جهان عملا عیناً وقتی که وارد جنگ شود، در فاز جنگ داخل شود، جنگ سوم جهانی خود به خود چی بخوایم نخواهیم رقم میخوره. اما امیدوار هستیم که این مسئله از راه های دیپلماتیک، از مجراهای گفتگو باید حل شود. هم جمهوری اسلامی ایران خویشتنداری خودش را داشته باشه و هم آمریکا و هم بریتانیا و هم آلمان و هم فرانسه که حامیان اصلی اسرائیل هستند اینا خویشتنداری خودشان را داشته باشن، از مجراهای دیپلماتیک باید این قضیه حل شود. تشکر، ممنون. آقای صبوری، شما گفتید که جنگ جهانی سوم منتفی است و آقای امان اشاره داشت که در شروع جنگ جهانی سوم هستیم و اگر سلاح‌های هسته‌ای و سلاح‌های اتمی استفاده شود
پایان جنگ جهانی سوم است و مرتضوی صاحب هم عملا اشاره کرد که بیشتر از 10 کشور دخیل است عملا در جنگ و میتونه که شروع جنگ جهانی سوم باشه. پاسخ شما چیست؟ ما خو اول باید ما شما دو موضوع را یک سره اگر مساحت بتیم تعریف بسیار سخت است، یکی جنگ جهانی و دوم تحت کنترل و وسیعت. جنگ جهانی به فکر میکنم که قدرت های بزرگ بدون توجه به خاطر اهداف تنها انفرادی خود دخیل جنگ شوند و در چندین جبه عملا نظامی های اینا برخورد مستقیم داشته باشند، نه توسط نیروهای نیابتی. مثلا ما اگر قرار باشه بگویم که فلان در عراق، سوریه، لبنان و غیره گروه مختلف نیابتی داخل جنگ بر علیه کشورهای متحدین اسرائیل و یا خود اسرائیل است، این را به جنگ جهانی تعبیر بکنیم، خب ما خیلی از 20 سال بدین سو با جنگ جهانی مواجه بودیم، در عراق جنگ های نیابتی و غیره داشت، ولی نظامی های این کشورها مستقیما مثلا روسیه و آمریکا، چین و آمریکا و یا ای که کره شمالی و کره جنوبی تا فلان داخل یا خود ایران و تا اسرائیل داخل اقدام بر یکی دیگه نشدن و اون بدون معجب. من قبلا گفتم به این خاطرم به ما سخت است که جنگ جهانی بگیم و آمدیم استفاده سلاح هسته‌ای. شما ببینید یک سال بعد از اینکه جنگ از جنگ اوکراین تیر میشه، صدر اعظم آلمان میره با چین صحبت میکنه و برش میگه که شما جنگ اوکراین و روسیه را داخل یک قاعده بیارین، یک تعهد باید گرفته شوه که سلاح هسته‌ای استفاده نشه توسط روسیه. دوم اینکه کشورهای اروپایی برای اوکراین سلاحی را نمیده که به خاک روسیه برسه در مقابل، و اینا تعهد به می عمل کردن. به می خاطر پس پوتین اعلان کرد که ما ضرورت به استفاده از سلاح هسته‌ای و یا هسته‌ای تاکتیکی در اوکراین نداریم. یعنی به این معناست، ما وقتی که میگم وضعیت داخل کنترل است، به این معنا که فهم از موقف طرفین موجود هست. ما فهم از موقف طرفین در جنگ در عمله تهاجمی ایران بر علیه اسرائیل دیدیم که یک فهم موجود است. به این خاطرم هر زمانی که این فهم دور میشه، حالت غیر قابل پیش بینی میشه، درک وضعیت توسط نظامی و سیاسون از درک اینا خارج میشن، بعد از اون ما میگیم که این وضعیت از کنترل خارج شده. ولی هنوز هم ما این را تعبیر به این نمیکنیم که این بسوی یک جنگ جهانی میره. شما ببینید مشکلاتی که در کوبا که روسیه با امریکا داشت، که حتی روسیه تصمیم داشت که موشک‌های دوربرد خود در کوبا جابجا کنه به شکل مخفی، ولی زمانی که امریکا واقف میشه به روسیه سیگنال وارد میکنه و نهایتاً رئیس جمهور وقت روسیه متقاعد به این میشه که موشک‌های خود خارج بسازن. یعنی وضعیت قابل کنترل شد و حتی میگن که در 30 دقیقه بعدی احتمال مواجهه نظامی امریکا با روسیه بود که قابل کنترل شد. به این خاطر به من بسیار سخت است که ما بگیم که جنگ جهانی یا استفاده از سلاح هسته‌ای به من بسیار بسیار مشکل تمام میشه. بله، یعنی شما نمیپذیرین که در حال حاضر با چنین فهمی که کشورها از لحاظ دیپلماتیک دارن وارد جنگ جهانی سوم شون؟ ما فکر میکنم نه خیر نی، به خاطر که یک دنیا آماده است این نیست و دوم دیگه به نفع هیچ کشور نیست، حتی آمریکا و غیره. و ما قبلا هم گفتم که حملات را که اسرائیل قبلا هم در خاک ایران انجام داده، مثلا کارشناسای هسته‌ای ایران هم مورد حمله در داخل ایران قرار داد ولی ایران کدام اقدام نکرد. قاسم سلیمانی در عراق کشته شد، جنرال ها در کنسولگری. یعنی به این معناست که کشورها آماده از این نیستن که برن به طرف یک جنگ تمام عیار چندین کشور. و ما فکر میکنم که هنوز هم کشورها در صدد این هستند که تا یک افهام و تفهیم و معصف داشته باشن، برداشت و درک درست از موقف یکی دیگه داشته باشن تا ای که این جنگ از کنترل کشورها و سیاسیون کشورها خارج نشن. بسیار کوتاه صبوری صاحب، آیا فهم درست و درک موجود است در شرایط فعلی بین کشورها؟ مطلقا ما فکر میکنم. شما ببینید امروز صدر اعظم آلمان به چین رفت و 3 روز اونجا می باشه تا یک درک و یک سیستم افهام و تفهیم مؤثر را بین کشورهایی که در مقابل یکی دیگر قرار دارن ایجاد بکنن. و ما امریکا رو میبینیم که از طریق سوئیس با ایران، حتی امروز ایران یک چیز تبادل اطلاعات با امریکا داشته، و ما حتی میبینیم که با بریتانیا تبادل اطلاعات داره و وزیر خارجه آلمان هم میبینیم که با وزیر خارجه ایران صحبت میکنه. تا وقتی که این افهام و تفهیم مؤثر موجود است و تبادل اطلاعات کار میکنه، ما فکر میکنم درک هم موجود است و ما فکر میکنم وضعیت هم قابل کنترل خواهد بود. تشکر. بس را جمع بندی میکنیم. امان صاحب، پوسینی وضعیت که ده حالا را دیده کاهش پیداسی کم سی دقیقه تنشونه چه بایدی اسرائیل تا و ایران تا؟ یا موضوع صبوری صاحب تا دوری و کم ده کیوبا موضوع، ده ایران موضوع، مزک آسمان فرق لری، ده ویتنام موضوع، ده امریکا موضوع، ده ایران و اسرائیل موضوع فرق لری.
کیوبا روسان جای پی جی سی و راکتون جای پی جی و امریکان و تا کیوبا اشغال که خروچوف اگه وقت رئیس جمهور دی شوروی و ساختار ورکه او دغه ترکیه تا وسه پور دی سالا اتون امان سای فرصت کم لده غلی سسامه ده نه ده اگه پده مانه ترکیه که زگو سالاگان دی جی بجکر اگه پی وستل اگه امریکانو بانده روسانو دکته کول اگه وقت که نه امریکانو پر روسانو راغلولو تشنوت تا زد سوائمه بیا تکرارم خبره دادریم دفعه ده که چرته اسرائیلیانو بیا اندک اشتباه په ایران وکي جنگ ته وزي او دا جنگ کنټرول نه وزي او بلاخره دا څه دا اوس صدر زمان منډي وي چین ته وزر کوي پاکستان ته هند ته دا ټول بیا هم اوس متحدینو باندې له سره ګوته لګي چې شاید څه وعده کړلیا د خو بدني وتلي او چینان نه غواړي او دا جنگ هم د خاورې میانه کې شروع کیږي ختیځ کې دا په دې معنی د چین غواړي د اقتصادي لارې غوتړي ټول راجوري او ټول پلان په چین او روسیې باندې نه په ایران باندې دا ټول مسایل په دوی باندې غواړي د ایران او روسیه دې خوا جګړه کې شامل کړي او دا جنگ دوامدار شي. ډېره مننه امان صاحب. مرتضوي صاحب، برای راه حل تنش ها میان رژیم صهیونیست و جمهوری اسلامی ایران چه کارها باید شوه و راه حل چی میتونه باشه؟ اولا که باید حامیان اسرائیل دست از مداخله خودشان، از حمایتگری خودشان در قضیه فلسطین برداره. مسئله حقوق حقی مردم فلسطین باید که تحت نظر شورای امنیت سازمان ملل عملی شود. خواسته های بر حق مردم آلمان و مظلوم فلسطین که 75 سال تحت اشغال نظام صهیونیسم قرار داشته است، باید مردم به اهداف خودشان برسند. کشور مستقله که تمام جهانیان قضیه فلسطین خاتمه یافته اعلان کنند، کشورشان به رسمیت شناخته شود، حقوقشان باید برشان داده شود. این یکی از راه‌های اساسی است و راه‌هایی است که می‌تواند یعنی مسائل تنش‌هایی که امروز وجود داره این کاهش بده و در نهایت یعنی ختم کنه و حل بسازه. و از سوی دیگر بحث اساسی که وجود است که اسرائیل هر چه سریع‌تر باید مداخلات خودش در امور داخلی کشورهای خاورمیانه، نه تنها بحث فلسطین است، امروز مثلا در سوریه، در لبنان، در سایر از کشورها، در یمن، در عراق حملات خودش انجام میده، دست از این حملات خودش باید برداره. این میتونه یکی از راه‌های اساسی باشه تا اینه که ما شاهد یک آتش بس حداقل مقطعی در کشورهای خاورمیانه باشیم و راه‌های دیپلماتیک، راه‌های گفتگو بین جمهوری اسلامی ایران، سایر از کشورها با آمریکا، با متحدین آمریکا میتوانه که صلح موسع یعنی آتش بس دائمی و یک صلح پایدار در کشورهای خاورمیانه و در تمام کشورهایی که مشمول جنگ و دربدری هسته، یک صلح پایدار و یک ثبات سیاسی را از راه‌های دیپلماتیک ما میتوانیم که شاهد باشیم. تشکر. صبوری صاحب، برای راه حل برای این تنش ها چی پیشنهاد میکنن شما؟ من فکر میکنم از اینکه ما تماما این تنش ها مهار کنیم راه حل موجود نیست، چرا که مربوط میشه به سیاست خارجی ایران که مهار اسرائیل میخواید و حاصل قیاس اسرائیل که کشور دیگه فلسطین هم میخواید. به این خاطر تا یک دهه دیگر هم حداقل راه حل کاملا که تنش رفشا موجود نیست، ولی راه حلی که تنش افزایش نیابه همی است که متحدین اسرائیل یک موقف واضح به اسرائیل بتن که هر نوع حمله دیگر مورد حمایت ما نیست و در عین زمان به ایران افهام تفهیم شوه که شما هم از خشتنداری کار بگیرین و در صورت حمله متقابل باید از فکر و از هوش کار بگیرین. باور شما چی است صبوری صاحب؟ آیا حمله متقابل رژیم صهیونیست انجام خواهد داد؟ ما فکر نمی کنم در وضعیت فعلی، به خاطر که بایدن واضحا اعلان کرد که در حمله بعدی اسرائیل ما حمایت نمی کنیم اسرائیل و این موکول کرد این موضوع را به جلسه جی اف که جلسه جی اف زمانی که تدبیر میشه اونا موقف مشترک به احتمال زیاد خواهد گرفت و اسرائیل خواهد گفت که شما حمله با وسط گسترده انجام ندین تا اینکه این تنش باید برای فلال خاموش شود. سپاسگزار از مهمانان در این بحث، آقایان هر یک کامران امان، آگاه امور نظامی، سید مصطفی مرتضوی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل خاورمیانه و عبدالشکور صبوری، رئیس پالیسی مرکز مطالعات و پالیسی های افغانستان، از حضورتان به آخر خط. و از شما بیننده ها نیز سپاس. تا این دم برنامه را بیننده بودید. وقت بخیر. خدا نگهدار.